سلام، دوشنبه 16 فروردین 89، پنجم اپریل 2010 میلادی. امروز در مورد پنج موضوع صحبت میکنم. موضوع اول اینکه بازگشت آقای حسین مرعشی، عضو برجسته کارگزاران سازندگی و فامیل همسر آقای هاشمی رفسنجانی و نزدیک به آقای هاشمی رفسنجانی به زندان، علی‌رغم اینکه با تمدید مرخصی او از زندان برای 24 ساعت به دلیل زایمان دخترش موافقت کرده بودند و زیر قولش زد دادستان و او رو صدا کردند و بردن زندان، همینطور ارسال پرونده حسن لاهوتی نوه آقای رفسنجانی پسر خانم فائزه هاشمی به دادگاه و نامه 200 وکیل مجلس به رئیس قوه قضاییه با اشارات و کنایات روشن که منظورشون آقای هاشمی رفسنجانی، مجموعاً نشون میده که خطی در داخل حکومت وجود داره که هر وقت که بخواد آقای رفسنجانی به آقای خامنه‌ای نزدیک شه یا برعکس، روی این نزدیکی فشار میاره و فشار رو روی آقای هاشمی تشدید میکنه. به هر صورت تشدید اختلافات در داخل حکومت به خصوص نسبت به آقای رفسنجانی و فشاری که از طرف جناحایی که یک سرش توی بیت خود رهبری هستش و یک سرش داخل سپاه و یک سرش در دولت آقای احمدی نژاد، کاملا نشون میده که چه جور دستبندی ها و باندهای داخل حکومت داره کار میکنه. بر صورت واکنش آقای رفسنجانی به این فشارهایی که بهش میاد در چند روز آینده میتونه مقدار زیادی معلوم بکنه که جهت این اتفاقات به کجا خواهد رفت. نکته دومی که آقای باهنر هم مطرح کرده که برای آقای محتشمی پور حکم فرد جایگزینش صادر شده که از اون کمیسیون صیانت از فلسطینی ها در واقع با ایشون جایگزین بشه و نشون میده که حتی فردی مثل آقای محتشمی پور که با نظر آقای خامنه‌ای چند سال بود در این موقعیت قرار داشت هم تحمل نمیشه. نکته سوم این که آقای احمدی نژاد طی نامه‌ای به مجلس در مورد همین لایحه حذف یارانه‌ها درخواست کرده که متممی بر این قانون نوشته بشه و تغییراتی درش داده بشه. در همین راستا مصاحبه آقای بادامچیان، عضو قدیمی و شناخته شده جمعیت مؤتلفه، هم جالبه که به آقای احمدی نژاد انتقاد کرده و با همه درماندگی مؤتلفه ها وقتی که دیده میشه اونها هم به احمدی نژاد انتقاد میکنن، میشه گفت که بادسنج مؤتلفه ها کار میکنه و این اختلاف بین آقای خامنه ای و احمدی نژاد رو استشمام کردن مؤتلفه ها، که اینجور جرأت کردن که آقای بادامچیانی که جرأت نمی کرد توی این کشمکش ها چیزی بگه، او هم شروع کرده به انتقاد از آقای احمد نژاد و اینکه باید این قانون اجرا بشه. به هر حال به نظر میرسه آقای احمدی نژاد محاسبه ای که کرده این است که یا مجلس کوتاه نمیاد و او لایحه رو اجرا نخواهد کرد، یعنی اون چیزی که قبلا هم صحبت کردیم، وحشتی که دولت داره از گرونی که به دنبال اجرای این لایحه است و خودش ترسیده، هم آقای احمد نژاد و هم دولتش دنبال بهانه میگرده که این مطلب رو آقای بادامچیان هم اشاره کرده، بندازه گردن مجلس و زیر اجرای این لایحه شونه خالی کنه، در حالی که مشکلات دیگه‌ای براش خواهد داشت. یا اینکه اگر مجلس کوتاه بیاد که حتما با دخالت آقای خامنه‌ای خواهد بود، آقای احمدی نژاد تبعات این رو که به شکل احتمالاً اعتراضات بزرگ مردم خواهد بود بندازه گردن رهبری و درگیری با مردم رو حسب معمول سعی کنه که خودش رو کنار بکشه. به هر صورت سرنوشت این لایحه در روزهای آینده یکی از اون باز شاخصهایی است که به ما نشون خواهد داد که اختلافات درون حکومت به چه سمتی میره و توانایی آقای خامنه‌ای برای حل این مشکلات تا چه حده. نکته چهارم این که آقای بروجردی در صحبتی در مصاحبه‌ای مطرح کرده، وکیل مجلس، که حداکثر این اتفاقاتی که داره در دنیا میفته قطعنامه چهارمی است که علیه ایران
تصویب خواهد شد و به نظر میرسه اخباری که بعد از سفر آقای جلیلی علارغم اعلام آقای جلیلی که سفر موفقی بود سفر ایشون به چین، به نظر میرسه اخباری که به گوش مقاماتی مثل آقای بروجردی رسیده یا به رسانه های دنیا درس کرده، نشون از این داره که چینی ها یک حرفای کلی زدن و حداکثر قولی که به آقای جلیلی دادن این است که در کنفرانس دستپاچه‌ای که تا آخر این ماه قرار راجع به خلع سلاح جهانی در تهران برگزار بشه نماینده‌ای بفرستن و شرکت بکنن که قاعدتاً از اون طرح‌های بی سرانجامی است که تأثیری هم نخواهد گذاشت در هیچ کجای دنیا، ولی بیشتر ماجرا رو میبره به سمت تحریم بیشتر ایران، قطعنامه جدید شورای امنیت و چینی ها بیشتر در صدد گرفتن امتیاز از امریکایی ها و غربی ها هستن برای همراهی با این قطعنامه. چرا؟ اما نکته پنجم، ادامه بحث ما راجع به اکسیون هایی است که چند شبه داریم صحبت میکنیم. اگر خاطرتون باشه صحبت کردیم از این که ما انواع اکسیون هایی رو که اجرا میکنیم در خدمت چهار زیر هدف قرار داره: مشروعیت زدایی از حکومت، دوم فرسایش حکومت و ایجاد اختلاف در اون، سوم تقویت همبستگی و مقاومت ملی، چهارم فلجسازی حکومت. و هر کدوم از این اکسیون ها به یک یا چند تا از این زیر هدف ها کمک میکنه و مجموع اونها با همدیگه هستش که میتواند ما رو به مقصد برسونه. امشب چهار تا اکسیون دیگر رو من خدمتون ارائه میکنم. اول، بیرون کشیدن پول از بانک ها، به خصوص در ایران که بانک ها دولتی هستن و پاره از اونها به سپاه وصلن، به بیت رهبری وصلن، مثل بانک پاسارگاد، بانک تات یا بانک های خصوصی که دست گذاشتن روش، یا بانک های دولتی مثل بانک ملی، بانک ملت. وقتی که مردم پولشون رو میکشن بیرون، اختلالات بزرگی رو ایجاد میکنن که به فلجسازی حکومت، یعنی شماره چهار از اهداف ما، میتونه کمک بکنه. این اکسیون رو، بیرون کشیدن پول از بانک ها رو، قبلا هم تمرین کردیم. اکسیون بعدی اعتصابات کارگریه. من به طور مشخص مثل اعتصابات دانشجویی، اعتصابات کارگری رو جداگانه ذکر کردم برای اینکه هم در ایران زمینه داره جنبش کارگری، الان در دفاع از حقوق کارگرها، حق سندیکای آزاد و مستقل، حق دریافت حقوق و مزایای به موقع که الان ماها گاهی عقب میفته، تحرکات خوبی داره و همین که رهبرانی شناخته شده از جنبش کارگری مثل آقای اوساندو در زندان هستن، بنابراین اعتصابات کارگری جایگاه ویژه‌ای داره که در پاره کشورها مثل لهستان، به قول میچنیک تئوریسین جنبش همبستگی، وقتی که روشنفکرها با کلیسا و جنبش کارگری دست به دست دادن، در واقع امکان شکست کمونیست ها فراهم شد. به صورت در همه جای دنیا اعتصابات کارگری جای مهم و ویژه‌ای داره. اکسیون بعدی اعتصابات نمادین کوتاه مدت، مثلا 30 دقیقه است، که هم میتونه تقویت همبستگی و مقاومت رو بکنه و هم به فلجسازی حکومت کمک بکنه. اعتصابات کوتاه مدت که تمام مردم میتونن به دعوت مبارزین ما، زندانیان ما، به دعوت رهبران جنبش، به دعوت دستاندرکاران در یک روز خاصی برای نمایش همبستگی و قدرتشون، مثلا 30 دقیقه دست از کار بکشن هر جا هستن، بحثی است که بعداً بیشتر راجبش صحبت خواهیم کرد. اکسیون بعدی، کند کردن و یا لنگ گذاشتن کار با ظاهر قانونیه، در مراحلی که قبل از اینکه برسیم به اعتصابات سراسری، از زمینه هایی است که میتونه به فلجسازی حکومت کمک بکنه و شماره چهار رو من بیشتر درش دخیل میدونم. در مورد اعتصاب سفید یا اعتصاب ایتالیایی معروفه، یعنی اون چیزی که شما میتونین سر کار حاضر بشید اما مثلا بخش کنترل کیفیت کارخونه ایراداتی رو بگذاره که محصول نهایی بیرون نیاد، یا بخش برق کارخونه مشکلاتی رو بگذاره که لنگ بشه، یا کارمندا به دلایلی
در سر کار کار نکنن و با کند کردن کار در واقع بازده نهایی رو تأخیر بندازن. همه اینها مقدماتی است برای اون کار اساسی که اعتصابات رو سراسری بکنه. راجع به این مباحث روزهای بعد بیشتر باز هم صحبت خواهیم کرد. تا فردا شاد، پیروز، موفق و سرفراز باشید. به امید پیروزی ایران ایران.